و اسلام عزیز همچون بدفعلی را حرام و تا حدی به شرک رسان. گفتند کسی که اگر بدفعلی میکند مرتکب شرک شده است. خیر و شر، خوبی و بدبختی و خیر و نیکی از جانب الله متعال است. هیچ کسی به کسی خیر رسانده نمیتوانه و به کسی شر رسانده نمیتوانه تا زمانی که الله نخواهد. اگر ما از طرف شب یا از طرف شام اگر میگیم که ما خانه جارو بکنیم نقصانی دارد، بدفعلی به خود ایجاد میکنیم که یک بلایی به فامیلی میآید، اصلا جواز ندارد. دیگه پای کی کشیده که شب جارو کرده نقص داره و روز فایده. امین در کشور عزیز ما افغانستان و سایر کشورها در میان عام مردم ای است که نکاح کردن در میان دوی جواز ندارد. یک گپی به اساس و اساس و نصوص شرعی ندارد. پیامبر علیه السلام با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در امین ما ازدواج کردن و نکاح صورت گرفت و عروسی کردن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محاسن سفیدان معزز، جوانان گرانقدر، در گام نخست به تحفه ناجی عالم بشریت را به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمتتان عرض می رسانم. ثانیاً موضوعی که امروز در پرامونش صحبت می کنم منع بدفعلی و نکاح کردن در میان دوی در اسلام چه حکم دارد؟ برادرای معزز و محاسن سفیدان گرانقدر، بدفعلی های در کشور عزیزمان در جهان کنونی در میان مسلمانان جریان دارد. انواع بدفعلی به عناوین مختلف جریان دارد. ما سر میزنیم به زمان جاهلیت. زمان جاهلیت امون زمانی را میگن که رسول علیه السلام تا انوز به پیونبری مبعوث نشده بودند. امون زمانی را گفته می شود که میان اوس و خزرج هزاران کشت و خون به اوقو پیوست. جوی خون در مکه جریان داشت. زمان جاهلیت امون زمانی را میگن که دختران را زنده به گور می کردن، توته جگرشان را زنده به گور می کردن. به خاطر که خانه ما خواستگار نبیاید گفتند دخترشان را وقتی که در خانهشان دختر متولد میشد اون را زنده به گور میکردند. اون در اون عصر زمان جاهلیت چنان کارهای خطرناک و گناههای بزرگ صورت میگرفت. وقتی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدن به جهان کنونی و آخرین نماینده الله در سرزمین الهی آمدن، مردم را از طرف جهل و گمراهی به طرف صلاح و به طرف کامیابی سوق دادن.
در آن زمان در عصر جاهلیت یک کاری ناشایسته‌ای که رخ می‌داد بدفعلی بود. در آن زمان، در زمان جاهلیت، بدفعلی طوری بود که یک پرنده را به پرواز در می‌افتادند. وقتی که پرنده را حرکت می‌دادند، اگر پرنده به طرف راست پرواز می‌کرد، اگر قصدی سفر می‌داشتند، اون پرنده اگر به طرف راست پرواز می‌کرد، اون سفرشان را ادامه می‌دادند. اگر پرنده به طرف چپ پرواز می‌کرد، از سفرشان متوقف می‌شدند. سفر را می‌ماندن به بعدها. یکی از بدفعالی‌هایشان بود. به هر پرنده‌ای بدفعالی هم نمی‌کردند، تنها به بوم و به زاو. این دو پرنده‌ای بود که اگر به پرواز در می‌آمد، به طرف راست می‌رفت، سفر را به سفرشان ادامه می‌دادند، و اگر به طرف چپ پرواز می‌کرد، این دو پرنده از سفر متوقف می‌شدند. در حالی که بدفعالی در اسلام جواز ندارد، زمانی که اسلام عزیز آمد و پیام آور اسلام عزیز محمد امین صلی الله علیه و سلم بودند، و اسلام عزیز همچون بدفعالی را حرام و تا حدی به شرک رساند، گفتند کسی که اگر بدفعالی میکند مرتکب شرک شده است. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آنچه که الله بخواهد همان می شود، و آنچه که الله نخواهد اون نمی شود. اگر تمام دنیا جمع شوند بر یک انسان نفع برسانند، تا الله نخواسته باشد هیچ بشری بر انسان نفع رسانده نمی تواند. اگر تمام بشریت و انسانیت جمع شوند برای انسان ضرر برساند، اگر الله نخواهد برای انسان مسلمان ضرر نمی رسد و ضرر رسانده نمی تواند. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آنچه که الله بخواهد آن می شود، آنچه که الله نخواهد آن نمی شود. رسول علیه السلام فرمودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، وقت زمانی که بدفعالی، یعنی بدفعالی به انسان چیزی ضرر رسانده نمیتواند، اگر الله متعال ارادهی به کسی انجام بدهد، ارادهی نیکش را، هیچ کسی برای از او بدی رسانده نمیتواند. اگر کسی به خاطر بدفعالی دست میدهد که کسی مریض بوده باشد، به این گمان با بدفعالی اگر دست نمیدهد که اون مریض است، این ناجایز است. این خیر و شر، مرض و صحتمندی همه از جانب الله متعال است. اگر الله بخواهد کسی مریض میشود، اگر الله نخواهد کسی مریض نمیشود. نباید بدفعالی ما انجام بدهیم. مثلا بدفعالی خو از زمانهای دیر، از زمانهای سابق ریشه دیری ندارد. حتی در زمان حضرت موسی علیه السلام، پیامبر الله جل جلاله، امتیانشان اگر برشان نعمتی از جانب الله متعال برشان احسان می شد، یک نعمتی الله متعال برای امت موسی علیه السلام می داد و اعطا می کرد، می گفتن این از جانب خودمان است، این از برکت خودمان است. وقتی که بلا و مصیبت برشان حکم فرما می شد، و بلا و مصیبتی که از جانب الله متعال برشان نازل می شد، می گفتن که این بلا و مصیبت از جانب موسی علیه السلام و همراهان موسی علیه السلام است. در حالی که این چنین نبود. خیر و شر، خوبی و بدبختی و خیر و نیکی از جانب الله متعال است. هیچ کسی به کسی خیر رسانده نمیتونه و به کسی شر رسانده نمیتونه تا زمانی که الله نخواهد. پیامبر علیه السلام میفرمند که من تعجب میکنم به نیکفعالی.
اصحاب رسول علیه السلام میفرمایند که نیکفالی چی است یا رسول علیه السلام؟ گفتند سخن نیک. در اسلام عزیز بدفالی جواز ندارد و در اسلام عزیز نیکفالی جواز دارد. من میپردازیم به بدفالی و بعدا به نیکفالی میریم که چه پیامی دارد. اگر ما از طرف شب یا از طرف شام اگر میگیم که ما خانه جارو بکنیم نقصانی دارد، بدفالی به خود ایجاد میکنیم که یک بلایی به فامیلی میآید، اصلا جواز ندارد. دیگه پای کی کشیده که شب جارو کرده نقص داره و روز فایده داره. باید ما در چارچوب اسلام خود را عیار بسازیم، آنچه که الله و محمد رسول الله برامان گفته عملی بکنیم، آنچه که الله و پیامبر الله ما میکرده ما فورا منا شویم. از بدفعالی کردن جدا دوری بجویم. نیکفالی برادرای عزیز در اسلام عزیز جواز دارد. یک پدر محترم فرزندش در مدرسه میباره به خاطر که حافظ قرآن شود و به این نیت و به این دیدگاه میگه که من فرزندم در حافظ قرآن میمانم و انشاءالله حافظ قرآن میشود و اطمینان و خوشبختی در قلبش ایجاد میشود. از گزینه های مثبت اندیشی استفاده میکند و از بدفعالی دوری می جوید. برادر عزیز، بدفعالی پیامه های ناگواری برای انسان وارد می کند. یکی از پیامه های خطرناکی که انسان به بدفعالی رو می آورد ای است که قلب انسان مسلمان را متزلزل می سازد و به عقیده توحید مسلمان ضرر می رساند و انسان از اثر بدفعالیش تا آنجایی میرسد که در برابر الله متعال گمان بد میکند. میگه الله چه ذات قدرتمند و توانایی است، الله چه ذاتی یکتای بی امتا و قادر مقتدری است. خب میره که الله متعال این کائنات را پیدا کرده، این مخلوقات را پیدا کرده و تمام انسانیت و بشریت را به وجود آورده. نعوذ بالله من ذلک، در اینجا میرسه که میگه ذات اقدس الهی را که آفریده. نعوذ بالله من ذلک. اگر کسی که به بدفعالیش ادامه میده تا این سرحد میرسه. باید ما از بدفعالی دوری بجوییم. برادر مسلمان، دوای بدفعالی چی است؟ وقتی که انسان مسلمان مریض شود به نزد دکتر میرود و دکتر معاینه میکند که این مریض چی مشکل دارد، از روی مشکل مریض دوا داده میشود و امپول داده میشود و شربت داده میشود که این مرض تا اینکه بالا همین پچکاری و شربت و دوا بالای میکروب فشار بیاورد تا اینکه میکروب از بین برود مسلمان و انسان جور شود. پس همین مرض خطیر و خطرناکی که در وجود منده مسلمان یا مرد مسلمان یا زن مسلمان یافت میشود، نسخه این مرض توکل به الله رب العزت است. کسی که با بدفعالی دچار است دوای آن توکل به الله رب العزت است و بس. خیر و شر، خوبی و خوشی، غمگینی و ناراحتی همه از جانب الله متعال است و بس. انسان مسلمان توکلش را چنان به الله متعال بکند گویا این که مرده خود را در اختیار مردشو قرار داده است. همین شکل بنده مسلمان توکلش را به الله متعال بکند. آنانی که توکلشان را به الله متعال میکنند آنها در عرصه زندگیشان کامگار و رستگار هستند. آنهایی که به بدفعالی میپردازند آنها بدانند که گریوانگیر و تحت تسلط شیطان قرار گرفته. هر چیزی که شیطان امون شکل بگه و عملی میکنه. کارهای زندگیش را به بدفعالی منظم و برنامه ریزی کرده. اگر این کار را من انجام بدم خوب میشه، اگر این کار را اگر انجام نتم خوب نمیشه. یک بدفعالی که نه نصوص شرعی دارد و نه هیچ پایگاهی دارد جز یک انگیزه شیطانی است که شیطان در انسان در فکر انسان
می آورد و انسان را متزلزل می سازد. بدفاری ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هر آنچه که الله بخواهد همان می شه و آنچه که الله نخواهد اون نمی شود. از این بدفالی کردن، از این پیشبینی هایی که بدفالی میکنه انسان مسلمان، از اینها چاره ای نیست. آن چیزی که الله بخواهد امان میشه و از بدفالی چیزی جور نمیشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله میگه یا ایها الذین، ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که ایمان آوردین به الله، از الله بترسین. وقتی که بنده مسلمان، زن مسلمان در کل مسلمانان جهان اسلام ایمان به الله آورده باشن، از بدفعلی، از گمان بد کردن دوری می جوین. بنده مسلمان بدفعلی نمی کند، بنده مسلمان از گمان بد پرهیز می کند، بنده مسلمان خود را به شیطان تسلیم نمی کند، بنده مسلمان خود را به خالق لایزال تسلیم می کند و بس، و ضرر رسان و خیر رسان الله هست و بس. انسان مسلمان بدفعالی نمی کند و خود را در اختیار شیطان قرار نمی دید و شیطان بالای بنده مسلمان تسلط پیدا نمی کند. پس از بدفعالی جویدن ما دوری بجوییم. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. امین شکلی که بنده مسلمان در زمان حیاتش از الله میترسه و اون چیزی که مستحق ترسیدن است به الله و اون چیزی که توکل به الله میکند، باید بنده مسلمان خودش آراسته بسازد و مسلمان بماند. اگر انسان به بدفعالی خود ادامه بدهد، قلب انسان متزلزل شود، خطر این می رود که شیطان در وقت مرگش ایمانش را بیرو باید و انسان مسلمان از جهان بدون ایمان رخت سفر بسته بکنه. پس نسخه این مرض خطرناک انسان را در گودالهای گمراهی می اندازد توکل به الله است. باید انسان مسلمان توکلش را به الله بکنه، بگه خدایا خیرم از جانب تو است، شرم از جانب تو است. یک، حکم نکاح کردن در میان دو عید چه جواز دارد؟ آیا رواست یا ناروا، یا مکروه است یا ناجایز، چی است؟ امین در کشور عزیز ما افغانستان و سایر کشورها در میان عام مردم ای است که نکاح کردن در میان دو عید جواز ندارد. یک گپی به اساس و اساس و نصوص شرعی ندارد. همش روز پرور، همه روز را الله آفریده و همه روز روز خداوند است. خداوند متعال روز آفریده، ما در او نکاح میکنیم، ازدواج میکنیم، عبادت میکنیم، تجارت میکنیم، مأموریت میکنیم، ریاست میکنیم، صدارت میکنیم. اینه که کشیده که امروز کار نکو فردای کار نکو، امروز نکاح نکو فردا نکاح نکو. ما این را نباید از جانب خود ما فتوای بیجا بیجا صادر بکنیم. حکم نکاح کردن در میان دو عید جواز دارد، به خاطر که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگین دنیا خودشان با مادر عزیزمان حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مادر مؤمنان می شوند، در میان عید رمضان و عید قربان نکاح و ازدواج و عروسی کردن. پیامبر علیه السلام با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در امین ما ازدواج کردن و نکاح صورت گرفت و عروسی کردن. این بحث خود من است، این فتوای از خود من است که میگم در میان دو عید نکاح جواز ندارد. یک فتوای بی جا. خو یک گپی دیگر هم از برادرای مسلمان، یک بحثی است که در میان در یگان روز رمضان، یگان عید در روز جمع به حکم پیوندن، مثل که ما و شما عید سعید فطره در میانی در روز جمعه خوانده
این سید فطر است. پس بعد از این سید فطر جماعت المبارک بود. پس بس و نظریات تبادل می شود در این دوید است که جماعت است و این سید فطر است. اصل منظوری است که وقتی که در این دو میاری دوید وقت فرصت کم است، در اون زمان نکاح صورت نمیگیرم، همچنان عید است و همچنان جمعه و عید سید فطر و عید قربان است. این فتواهای خودسرانه را باید ما از فتواهای خودسرانه پرهیز بکنیم. اینها نصوص شرعی ندارند برادران مسلمان. در امین ما و در میان دو عید حکم نکاح کردن جواز دارد از لحاظ شرعی. هیچ مشکلی بر انسان رسیدگی که نمیتواند ضرر و نقصی نمیرساند. اگر کسی نکاح بکند هیچ مشکلی ندارد. اگر کسی میگه در میان دو عید نکاح صورت نگیرد، این بحث خودش است و اصلا نصوص شرعی ندارد. ضررهایی که ما و شما گفتیم در بدفعالی انسان مسلمان در برای انسان میرسد وقتی که بدفعالی صورت میگیرد، ضررهای پی در پی برای انسان مسلمان میرسد. یکیش این که بدفعالی به عقیده مسلمان ضرر میرساند که قبلا هم براتان اشاره کردم. هر مسلمانی که به بدفعالی ادامه میدهد بدانیم که به عقیده او ضرر میرساند. این در راهی قرار میگیرد، طوری خود را عیار میسازد که به شیطان خود را تسلیم میکند. آنچه که شیطان برش گفت امو تعمل میکند. برادرای مسلمان، یک بحث را میخوام که امرایتان در جریان بگذارم در میانتان. امروزه که در میان ما و شما یگانه چیزی که ما و شما را به عقب انداخته و از رشد و ترقی باز مانده، قوم پرستی و نژاد پرستی است. برادرای مسلمان، فقط بحث ما ای است که تو پشتون هستی و ما تاجک هستم و ما پشتون هستم تو تاجک هستی. این نمی بس ما و شما را سالهای سال است که از ما قربانی می گیرد، از پیشرفت ما قربانی می گیرد، از ترقی ما قربانی می گیرد. نباید در میان کسی که مسلمان است و کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله را می خواند، این بحث تاجک و پشتون، بحث هزاره و ترک و تاتار و ترکمن و ازبک بوده باشد. باید بحث مسلمانیت در میان مسلمان ها باشد که من و تو مسلمان هستیم، بنشینیم یک مشکل را حل بکنیم که مشکل از کجا قرار است. آمریکا با 50 چند کشور اتفاق نظر دارن، ایالات متحده آمریکا ساختن و حرف اقتصادی و حرف نظامی و حرف سیاسی را در جهان اسلام میزنند. روسیه جماهیر شوروی را ایجاد کرد، چندین کشور یک جا شدند و اون طرف اروپا اتحادیه اروپا ساختند. ما به افغانستان و پاکستان و مغولستان و تاجیکستان این آن توزیع شدیم و دشمن دارد یکی پی دیگر ما را شکار میکند. قرآن میگه و اعید دو مستطعتم. قرآن میگه که شما اتحاد انسجامتان را، انبستگیتان را محکم بسته بکنین تا این که دشمن بالای شما تضعیف، دشمن شما را تضعیف نبکند و طور رفتار بکنین که دشمن شما عذر بکند. جوانان ما باید فعال بوده باشند. بحث پشتون و تاجک و ازبک و ترک و تاتار نبوده باشد. معیاری برتری انسان در قوم و نژاد نیست. معیاری برتری انسان مسلمان در خدا ترسیز و در تقوی است. نباید جوان مسلمان، مرد مسلمان از چنین حرف و سخن استفاده بکند و دارد این کارهایی که در قوم نجات پرستی انسان این الفاظ استفاده میکند، انسان مسلمان گناهگار میشود و پیش خداوند متعال مسئول است. از چنین الفاظی ما باید خودداری بکنیم. الله متعال ما و شما را توفیق بده تا اینکه از چنین بدفعالی ها و از چنین حرفای ناشایسته ما دوری بجوییم. الله متعال گذشتگان ما و شما را مغفرت بکند. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. و صلی الله تعالی.